آنکه هدفش تنها و تنها رستگاری انسان نباشد، درد و درمان توده ها را نداند و نشناسد، روشن فکر نیست، دزدیست که با چراغ آمده. عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند. با سلام به شنوندگان رادیو پیام، امروز پنجشنبه دهم مرداد ماه 1392 برابر با اول آگوست 2013 هستش. امیر هستم و برنامه دیگر از رادیو پیام رو خدمتتون تقدیم میکنیم. آرشیو برنامه های رادیو پیام رو میتونید از طریق تارنمای رادیو پیام، radiopayam.ca دنبال کنید، و یا اگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هستید، رادیو پیام کانادا و رادیو پیام کانادا دو صفحه مخصوص رادیو پیام هستن که میتونید با ما از آن طریق هم در تماس باشید. فرصتی دست داد که ما با در خدمت آقای مسلم منصوری باشیم و پای صحبت با ایشون. من سلام دارم خدمت شما آقای منصوری و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. من سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو و ممنون که این گفتگو را فرصتش رو فراهم کرد. خواهش میکنم. من ابتدا قدری راجع به گذشته و کارهای شما مطرح کنم و بعد برگردیم راجع به سوالهایی که من از شما دارم. مسلم منصوری متولد سال 1342 در سنگسر هستش. در سال 1359 در سن 17 سالگی به جرم عقایدش دستگیر و به مدت 2 سال زندانی میشه. بعد از زندان به ادامه تحصیل میپردازه و فعالیتش را در مجله سینمایی ایران از سال 1370 آغاز و کتاب نیز تحت عنوان سینما و ادبیات منتشر میکنه. در همین سال مشغول تحصیل در دانشکده هنر دانشگاه آزاد هم میشه. مسلم منصوری در فاصله سالهای 1373 تا 1377 به بهانه کارهای رسانه‌ای موفق به ساخت 8 فیلم مستند در ارتباط با وضعیت زندگی مردم ایران و دور از کنترل رژیم و به شکل مخفیانه میشه. او در سال 1999 به آمریکا آمده و پناهندگی سیاسی و گرفته و مقیم آمریکا هستش. فیلم‌هایی مثل کلوز آپ لانگ شات درباره زندگی حسین سبزیان، فردی که همواره به هنر سینما عشق ورزیده و در واقع همه زندگیش را وقف واقعیت بخشیدن به آمال و اهداف خودش در رابطه با هنر فیلم و سینما کرده، ولی با این وجود در شرایط موجود در ایران هرگز این فرصت را نیافت تا در عرصه سینما به اهداف واقعی خودش دست پیدا کنه. فیلم دیگری در رابطه با شاعر آزادی شاملو هست. شاملو شاعر آزادی در باره زندگی زندگیات احمد شاملو می باشه و همچنین کلام آخر فیلم دیگری در این رابطه. محاکمه داستان محاکمه یک گروه فیلم ساز است. گور نوشته درباره وضعیت زندگی زنان تن فروش در ایران. یوتوپیا درباره زندگی جنگ زدگان. سیاهی لشکر در مورد افرادی که در ساخت یک فیلم از آنها به عنوان افراد حاشیه‌ای و به اصطلاح سیاهی لشکر استفاده میشه. حالا برای
داخل سالن نور سیاده. نه ولی نور زیاد میکنن که تسلط بیشتر داشته باشن کنترل چیه. مشهده کجا را؟ از دستور ارشاده کل سینما میشون بالا باشه که مثلا مختل بسر الان الان بوده نه های آشبونی گیرم بعدا اینجا میریزم مسلح دهن منو سرویس میکنن شما رو هم میگیرن تازه میگن چرا پخش کرد به خدا بهتون گیر میگن باش از یه اتاق خیلی کوچیک گرفتم با بچه‌ام. بعد دیگه کار کردم دیگه. البته پشیمونم که این راهو رفتم چون دیگه غرق شدم تو این راه. ولی بازم احساس میکنم راهی که باید میرفتم دیگه و رفتم این راه. البته هنوز به آخرش نرسیدم. چون هنوز 30 سالم ولی دیگه تا یکی دو سال دیگه به آخرش میرسم. متاسفانه به هر جایی که مراجعه کردم در وهله اول سعی میکنن از من یه معشوقه درست کنن با حقوق خیلی کم. الان شرایط ما تو ایران طوریه که این کارو دخترای تو سن خیلی پایین شروع کردن، 14-15 ساله دارن این کارو انجام میدن. پس در واقع موقعیت خراب شده دیگه. اگه وضعیتی پیش بیاد که خانمایی که متارکه میکنن بتونن یه زندگی راحتی داشته باشن، کرای خونه و این مسائل یه خورده سبک باشه، شاید اصلا خیلی به این مسائل گرش پیدا نکنن. خانمایی که متارکه میکنن تو مملکت ما هیچ جایی ندارن، اصلا رده خارجن، جز جنازه های مملکتن. اینو واقعا جدی میگم. من از شما سوال میکنم، وقتی که من با من یک معلمه میخوام پاک زندگی کنم، وارد خونه استاد دانشگاه میشم، به من پیشنهاد 50,000 تومان حقوق میکنه و معشوقه بودن. وقتی من وارد اداره میشم که با توجه که تحصیلات دارم و میتونم خوب صحبت کنم و کارهای منشیگری رو باردم، به من پیشنهاد 35,000 تومان حقوق میکنن با معشوقه بودن. خب من معشوق این آقا بشم با مای 35,000 تومان، در حال جسم خودم آلوده کردم. آقای منصوری، با تعریفی که برحال از سینمای زیرزمینی میشه و برحال صحبتهای پیرامون سینمای زیرزمینی هست، اینو شما چجوری تعریف میکنی؟ اصولا سینمای زیرزمینی چی هستش؟ سینمای زیرزمینی یه تعریف کلی داره و یه تعریفی هم مثل جوابی مثل ایران. تعریف کلی اینه که تو خود همین امریکا، کانادا یا هر جای دیگه ای که هر آثاری که خارج از مارکت باشه و علیه نرم‌های عمومی و مارکت عمومی باشه زیرزمینی محسوب میشه. به این دلیل که نه تنها پشتیبانی از طرف جریان‌ها و نهادهایی که آثار هنری را حمایت میکنن که نهادهای دولتی و رسمی نداره، بلکه علیه اون سیاست‌های فرهنگیه که دستگاه رسمی سینمایی و رسانه های تبلیغاتی پیش میبرن. مثلا همینجا امریکا یا اروپا فیلم هایی که خلاف اون خط فکریه که مثلا هالیوود و دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای پیش میبرن. پس خود سینمای زیرزمینی اصلا شکلیش اوائلش قبل چیز تو اوائل دهه 70 تو خود امریکا، دهه 60 دهه 70 تو خود امریکا اصلا پایه‌گذاری میشه در مقابله با همین که گفتم علیه مارکت عمومی و اون فرهنگ سازی که حکومت‌ها و دولت امریکا از طریق سینما و دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای انجام میده. اما در رتبه ایران فرقش اینه که این قضیه زیرزمینی همیشه با سرکوب و زندان و شکنجه همراهه. خب در این کشورها تو میتونی یه فیلمی بسازی خلاف جریان عمومی، ولی شکل سانسور خیلی پیچیده‌تره. این فیلم دیده نمیشه، شنیده نمیشه، جای رسمی مطرح نمیشه، تبلیغ راجبش نمیشه و همچنین
دور کردن سرمایه و هزینه این فیلم سخته. یعنی فیلمسازایی که در کشورهای مثل غرب زندگی میکنن ولی خلاف جریان فیلم میسازن با این مشکلات مواجهن، ولی در کشوری مثل ایران جدا از این گونه مشکلات مسئله سرکوب و دستگیری و زندان و شکنجه حاکمیت مطرحه. به دلیل تضاد حادی که شرایط اجتماعی هست، مثلا الان تو جامعه مثل ایران، خب رژیم هم اینو میدونه که کافیه نفر حتی فیلمساز هم نباشه به مفهوم فیلمسازی و دوربین رو ببره تو اون که جامعه، ببره تو وضعیت و شرایط مردم رو تصویر کنه و صدای اون مردم رو ثبت کنه. خود اون تصویر و اون صدا پر از خشم و اعتراض خواهد بود و افشا کننده و رسواگر کل این دستگاه تبلیغاتی فرهنگی رسمی رژیم خواهد بود. از این رو خب حساسیتی که نسبت به هنر زیرزمینی در کشورهای مثل ایران هست، در حقیقت کار کردن به شکل زیرزمین و فیلم های مخفیانه در اون کشور یه نوع مبارزه انقلابی محسوب میشه. یعنی یه مبارزی که مخفیانه توی کشوری مبارزه میکنه همون خطرات ها و حساسیت ها از طرف حکومت داره که یه هنرمندی که میخواد حالا اون بخش از ستمای اجتماعی رو تصویر کنه و اعتراضات اجتماعی رو تقویت و تصویر بکشه. بله، بعد شما فکر میکنید، اشاره کردید به هر حال به یک حرکت انقلابی قطعا وقتی که بخواد دوربین بره و از هر حرکت اجتماعی یا زوایای مختلف اجتماعی بخواد تصویر برداره، این مشکلی خواهد بود برای حکومت. به نظر شما این سینمای زیرزمینی میتونه چه نقشی رو در جامعه ایفا کنه و آیا اصولا این کار رو تونسته انجام بده در ایران؟ ببینید، سینمای ما اگه خود نقش سینما رو در همون چارچوب جامعه ایران ببینید و اهمیت سینما رو برای جمهوری اسلامی که درک کنید، خب این برام به تناسب نقش سینمای زیرزمینی و اهمیتش کاملا خودش رو نشون میده. ما میبینیم در طی این سالها، در طی عمر ننگین جمهوری اسلامی، چگونه بخش عمده از بودجه و هزینه و دستگاه عظیم به نام وزارت ارشاد، یعنی در حقیقت اداره سانسور رژیم، برای شکل دهی و جهت دهی سینما کار کردن و وقت گذاشتن و بودجه گذاشتن که تا سینما را هدف سینما را جهت و هدف بدن با سیاست های اجتماعی که تو زمین های مختلف میخوان پیش ببرن، حالا از زمینه سیاست خارجیش گرفته تا داخلی تا اجتماعی تا نوع تغییر سلیقه و ذائقه های مردم. یعنی ما تو این سالها نگاه کنیم، بررسی کنیم، میبینیم سینمای جمهوری اسلامی هر دوره با اون خط اصلی که جمهوری اسلامی برای تغییر فرهنگی و از بین بردن هویت انسانی و اجتماعی اون جامعه نقشی که داشته و خطی که در زمینه اقتصادی داشته، در این سینما رو با این خط هماهنگ کرده. یعنی شما دورهای مختلف سینما ایران رو نگاه کنیم، میبینیم همسو متناسب با دورهایی که خط اصلی تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میخواد ببره و چیز از این برم جایزه های دولت های غربی و اهمیتشون به سینما و اینکه سینمای جمهوری اسلامی رو بورس تبلیغات ها و مهمترین نهادهای فستیوالیشون میارن، باز نشوندنده نقش و تاثیر سینما در جامعه است. چرا که امروز خب میبینیم که بزرگترین ابزاری که حکومت ها برای اینکه سلیقه و ذهنیت جامعه رو بخوان تغییر بدن و ذائقه جامعه رو عوض کنن و حتی شیوه مصرفیش رو عوض کنن و نوع ارزش ها و معیارهاش رو عوض کنن، از طریق تصویره و مهمترین ابزارشون تصویره. اینو خب کافیه به صحبت های مقامات جمهوری اسلامی نگاه کنیم و اهمیت و کاری که اینا در سینما کردن و خودشون به عنوان یه افتخار که چه نقش مهمی داشتن و چگونه دونستن سینما رو جهت بدن و به عنوان یه ابزار بزرگترین بربرداری ازش بکنن به زبان مختلف گفتن و حتی اون نوع نگاه جامعه به رژیم به مسئله مشکلات اقتصادی اجتماعی رو باز خود حاکمیت مهمترین دستگاهی که داره، دستگاه سینمایی و دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتیه. خب این وقت سینمای زیرزمینی در حقیقت وقتی میخواد میاد اون واقعیت‌های جامعه را مطرح میکنه، اون عملکرد اون ستمبار اون حکومت و تاثیر واقعی اون جامعه را نشون میده،
خود به خود تمام اون دستگاه رسانه‌ای رژیم رو می‌سوزونه، یعنی اون بخش از سینمای رسمی و تبلیغاتی رو می‌سوزونه و پوشالی بودنش رو نشون میده و اون خواسته های واقعی که تو جامعه هست رو مطرح می‌کنه. فرض کنید تو جامعه ای را مثل مثلا 88 بعد از انتخابات اعتراضات اجتماعی میشه علیه حکومت، تمام رسانه‌های دولت‌های غربی تا رسانه‌های رژیم فقط اون بخش از جامعه رو نشون میدن که این القا بشه که جامعه ایران دنبال مثلا همسر موسوی کروبی یا مورهای جنایتکار دیروز که امروز ماسک اصلاح طلبی به خودشون زده، فقط مبارزاتشون تو این چارچوبه. شما اگه تمام رسانه‌ها رو نگاه کنید از CNN BBC تا وایس آمریکا، مجموعه رسانه‌های فارسی زبان و غیر فارسی زبان و تا مجموعه رسانه‌های رژیم از اصلاح طلبش تا اصلاح غیر اصلاح طلبش، می‌بینی همینا می‌خواد جامعه القا کنه. ولی کافی حالا چند نفر از همون مردمی که تو اون اعتراضات شرکت کردن و جامعه صحبت کنه، بعد میبینی که خود خود چت متفاوت با اون چیزی که اینا نشون میدن. کیلومترهای نوری واقعا متفاوت اون چیزی که تو دل جامعه جاریه. خب ما جامعه ایران رو فقط از طریق چی الان میبینیم؟ جامعه ایران رو، چه مردمان ایرانیان خارج کشور، چه ایرانیان حتی داخل کشور و چه اونایی که به هر حال غیر ایرانیه و ملیت‌های مختلف، بیشتر جامعه رو از طریق همون رسانه‌های تبلیغاتی و تصویری که خود رژیم و حاکمیت غربی میدن. ولی طبعا جامعه ایران اون نیست. تو جامعه ایران خب اون تصویر واقعی اگه بیاد بیرون که بخشم اومده بیرون و اون صدای واقعی که بیشتر بازتاب پیدا کنه، اون موقع نشون میده که این دستگاهشون تا چرد پوچالی و دروغین و یه تصویر خیلی خاصی و جامعه ایران فقط نشون میدن. بله متشکرم. با این صحبت ها استنباط من اینه که شما اعتقادی به جدایی هنر از سیاست ندارین. اشاره هم داشتید به مسئله به هر حال تبلیغات و کمک هایی که دولت جمهوری اسلامی داره میکنه و مسئله جوایز کن، اسکار و غیره. اخیرا هم ما میبینیم که در کل اصلاح طلبان، خصوصا محمد خاتمی که به هر حال به عنوان شاید رهبریت این اصلاح طلبان رو به عهده داره، خیلی حمایت میکنه از امثال آقای فرهادی. اخیرا هم اهالی سینما در موزه سینما دیداری داشتن با اصغر فرهادی و غیره، با محمد خاتمی و غیره. این حرکت های به اصلاح طلبان و این حمایت هایی که در واقع میکنن، آیا همون روندیه که میخوان چهره خشن و در واقع ظالمانه جمهوری اسلامی رو رنگ و لعاب سبز رنگ و خوبی بهش بدن در سطح جهانی، و یا فکر میکنید و اومدن این رئیس جمهور جدید آقای حسن روحانی وضعیت سینما تغییر خواهد کرد؟ این وضعیت سینما تغییر بکنه بازم بر اساس سیاست جدید رژیم تغییر خواهد کرد. یعنی اون چیزی که رژیم تو این دوره برای پیشبرد اهداف اجتماعی به سینما نیاز داره و سینما رو به این دوره از نیازهاش تطبیق بده به کار خواهد کرد. ولی تغییری که با اون مفهومی که مثلا نمیدونم اینجا تغییر با چه مفهومی، تغییر اگه به این مفهوم باشه که مثلا سانسور از سینما از بین بره یا فیلمسازا مثلا بتونن حرفشون رو بزنن، خب معلومه که این تغییری نخواهد بود. به دلیل اینکه این بحث هنر رو گفتی با سیاست، اصلا به نظر من الان از بحث وابستگی هنر به سیاست گذشته. یه دوره بود بحث هنر عدم تعهد و هنر متحد مطرح بود، ولی الان بحثی که خود هنر و حکومت ها صاحب شدن، خود موسیقی، سینما، همه چی دست حکومت هاست و هر کسی بخواد فیلمی بسازه، آثاری خلق کنه و بتونه این آثارش مطرح بشه و از طریق این آثارش زندگیش هم بگذرونه، خب این خطیه که حکومت ها مشخص کردن. خارج از اون میشه همون هنر زیرزمینی یا هنر مخفیانه یا هنری که هیچ پشتیبانی نداره و با سختی فیلمساز باید انجام بده. الان هم سینمای جمهوری اسلامی جنای اصلاح طلب و یا جنای محافظه کار و بحث جنایی نیست، بحث اینه که این سینما هر دوره اون خطای اصلی جمهوری اسلامی رو پیش برده. اون کارگردانایی هم که مطرح میتونن تو ایران فیلم بسازن، فیلمشون فستیوالا و دولت‌های غربی
حمایت میکنن و تمام امکانات تبلیغاتی رسانه‌های دولت‌ها پشتشونه، فیلمسازایی که از اون کانال میاد بیرون. اگه مثلا هر فیلمسازی از اون کانال نیاد بیرون اصلا نمیتونه فیلم بسازه. اگه با بدبختی می فیلمی بسازه اصلا فیلمش دیده نمیشه. شما کافیه نگاه کنیم خیلی از فیلمسازای خوب ما در زمان گذشته قبل از انقلاب، خب اینا فیلمسازای اکثر این فیلمسازا بعد از اون گروه اصلا مطرح نشده، مثلا فیلمشون به خارج از کشور نیومده. بعد با بدبختی اگه تو ایران 4 تا فیلمی هم ساختن اون شکل دیده نشده. تازه اینا فیلمسازایی هستند که اصلا هیچ ادعایی از مبارزه با جمهوری اسلامی هم نداشتن و ندارن، ولی همونقدر فقط خواستن که ابزار دست رژیم و فستیوال‌های دولت‌های غربی نشن. در همون حد هم میبینیم که رژیم نذاشته اینا مسیر طبیعیشون رو برن و نفس بکشن و همهشون با بدبختی نشدن. شما کافر هم این صحبت ناصر تقوایی که میگه من تا ادعای هیچ وقت مبارزه با جمهوری اسلامی رو نداشته و نداره. همین چند وقت پیش ازش سوال میکنم، میگه سینمای ایران داره از بین میره، میگه کاش از بین بره و کامل بمیره و این به نفع همه است. چرا؟ چون ممکنه بعد از این مردنی یه چیزی، یه جای دیگه یه چیزی درستری نیاز سر بر بیاره. خب پس تمام این فیلمسازایی که با حمایت‌های دولت‌ها مواجهن، چه دولت‌های غربی چه رژیم، معلومه که اگه خارج از اون خط و خطوط رژیم باشه اصلا نمیتونن. حالا برای اینکه اینا تو زمینه اجتماعی نسوزن کاملا و از کارشون بیشتر تو جامعه بتونه قدرت فریبی بیشتری داشته باشه، خب حالا مثلا اون جنا مثلا از یه سری فیلمسازا مثلا به اصطلاح روی خوش نشون نمیده، ولی جنای دیگه مثلا روی خوش نشون میده. اینا به جای اینکه برن مثلا پیش خامنه‌ای که بارها هم میرن، پیش رفسنجانی میرن، پیش خاتمی میرن، به هر حال تو این دستگاه‌های خیمه شب بازی و فریبکاری که حکومت برای انهدام اون پتانسیل اعتراضی جامعه شکل داده، اونا هم تو اون دستگاه بازی میکنن و حضورشون و اصلا بودنشون به خاطر اینه که تو اون دستگاه هم. اگه تو اون دستگاه نباشن، توی دستگاه واقعی باشن و واقعا نسبت به اون همه ستم و فقر و بدبختی و سرکوبی که توی جامعه پشتگرین حساسیتی داشتن و حاضر بودن بخش از منافعشون رو قربانی کنن تا بخش از صدای اون مردم تحت ستم نمایندگی کنن، مطمئن باش ما اسمشون هم نمیشنیدیم، آثارشون هم نمیشنیدیم، فیلمشون هم نمیدیدیم و اگه قرار بود فیلمی هم بسازه مثلا دیده نمیشد. اگه با بدبختیم یه کاری میکردن تو همون فضای سرکوب اصلا مطرح نمیشد و دیده نمیشد. چیزی که متاسفانه امروز اتفاق افتاده حتی برای بخشی از اپوزیسیونی که مدعی البته اپوزیسیون در خارج کشوره، اینه که نگاهشو به واقعیت ها از دست داده و چشاش رو بسته و گوشش رو نسبت به تبلیغات کرکننده همین رسانه های امپریالیستی و رسانه های رژیم باز کرده. یعنی اگه آثار و فیلمی را این فستیوال های دولت ها بهش جایزه بدن و رسانه های دولت ها تبلیغ کنن، اونا هم به نظرشون این آثار قابل توجه میان و راجعش حرف میزنن. ولی اگه فیلمی را همین رسانه ها نادیده بگیرن، اونا مثلا اسمشون نمیشنون. در صورت این که آثارهای خوب، اون آثاری که روز روی مردم داره، با بدبختی شنیده میشه، ساخته میشه و کمتر جایی شنیده و دیده میشه. حداقل تو این رسانه ها جایی نداره و نمیتونم داشته باشه. این جنگ و اینا شروع کرد، آخون بساط شروع کرد، جنگ و بابت آقای خمینی میبینم قبولش ندارم. اینه ما گفتیم خدا سر شاید باور نمیکنی، شب دیدیم ساعت یک شب ماشین های بنز، پاسدارا، هیکلداری غور ریختن توی ساختمان. در اتاقای بالغت می زدن، کتک خوردیم، برقا رو قطع کردن، دو ماه نه برق نه آب. شب تا شب می اومدن، سنگ می زدن، شیشه ها رو می شکندن. می اومدن زنها رو می بردن، بچه ها رو می زدن می بردن، تیپ جامون رو بند داشتن می بردن. و بیرون؟ قیدر بیش اینجا کار دارم. که یه تخم مرغ داغ میکنم، خودت میدونی تخم مرغ من کجا میذارم. اگر یه دونه بزنم میمیری. من برگشتم اونجا نرده های گرفتم، فقط گفتم یا امام رضا زد. یعنی واقعا طوری زد که یه آن حس کردم آبادان طوری شد جنگ و حالا نمیدونم بس که نمیدونم تو قلب خود خرمشهر رفتم. یک برقی از این سرم پرید که اینو زد که بد جایی بودا. یعنی واقعا یه روحی تو بدنم رفت. موزه ایده خبیب شو پلون برای تعریف کنم. یه خاطره باشی با هم. منم که الان تو سینما کار میکردم، اگه زمانی به من یه مبلغ بگن تریاک هشیش بی کنم.
شاید هم بعدها بهم فشار بیاد، فشار زندگی بهم بیاد، کار خلاف بدتر از اونم میکنم. به هم وقتم بهم گفتن گرفتنم زد دقت، کی میخواد منو بگیره؟ دولت میگیرم. دستبندی دستم بزنه بگه چرا این کارو کردی؟ میگم دولت این کارو به من کرد، این رژیم کارو به من کرد. آقای خامنه ای مقصر، آقای خاتمی مقصر، آقای رفسنجانی مقصر. از اون که میشه قروب خفه میخوام بشم، چرا حرف میزنم، چرا رک میگم؟ یعنی اگه هم علاقه خامنه ای خاتمه هم که میترکم. سلام. اما خب بازم همونجوری که خواهران گفتن به خاطر بیپولی و بیخرجی و اینا نتونستم برم مدرسه، ترک تحصیل کردم. من تازه الان 11 سالمه، با این وضعی رو که میبینم که وضعی رو که داریم از زندگی سیر شدم. دوستش همون موقع که داخل شکم اومدم درمده بودم مرده بودم که این وضع رو نمیتونستم ببینم. لاغر اگه مدرسه میرفتم بهتر بود. حالا سال آخرم بود امسال. بله آقای منصوری، آقای محسن مخملباف پارسال فیلمی رو در حیفا به نام باغبان تولید کردن، کارگردانی فیلم رو داشتن، فیلم مستندی در رابطه با جامعه بهایی است، فرد بهایی. عرضم به حضورتون که آیا این رو شما، به هر حال ما میدونیم که آقای محسن مخملباف با توبه نصوح آغاز به کار کرد، امثال آقای مخملباف هم مثل آقای دهنمکی و غیره معرف حضور همه کسایی که در به هر حال در دهه‌های گذشته در ایران فعال بودن و به هر حال تنشون به سازمان امنیت کشور خورده میشناسن، ولی یک شاید بشه گفت یک تغییر اساسی رو از توبه نصوح تا باغبان مثلا در آثار آقای مخملباف میبینیم. آیا این کار میشه به عنوان سینمای زیرزمینی رقم زد و اگر نه به نظر شما اینو چجوری میشه تحلیل کرد؟ به هر حال یک کسی که در واقع سینمای جمهوری اسلامی رو بنیانگذاری کرده و اون به هر حال تاریخچه خودش تا میاد و میرسه به یک چیزی در نقطه مقابل جمهوری اسلامی، جایگاه همچین فیلمایی رو چجوری شما بررسی میکنید؟ من خوب اینجا درکم کمی متفاوته. من بحث مخملباف رو تغییر نمیبینم یا امثال مخملباف رو، بحث تغییری مفهومی داره. بحث نون به نخل روز خوردن هم یه مسئله است. این رو بیشتر نون به نخل روز خوردن تا تغییر. خب خیلی ها میبینیم تو تاریخ بودن، بخشی از دستگاه جنایت بودن، در یه دوره اون وجدان انسانیشون به هر حال یه جایی تلنگری میخوره و اولین کسانی هستند که اتفاقا جلوی این دستگاه را میستن و قربانی آزادی خواهی میشن. ولی گاهی هست که آدم ها ماسک عوض میکنن. الان آقای مخملباف مثلا همسال همون میگن تغییر کرده، تغییرشون چیه؟ از مثلا یه جنای رژیم بیان از یه جنای دیگه حمایت کنن، از خامنه‌ای بیان، از رفسنجانی، از موسوی، از خاتمی، از بخشی از باز خود جنای حکومت و مورای جنایتکار دیروز که امروز ماسک اصلاح طلبی زدن و هیچ ربطه مثلا به اصلاح طلبی هم ندارن حمایت کنن. خب این میشه مثلا تغییرشون. و الان هم مثلا رفتن اسرائیل، این داستانی که راه انداختن، حالا یه سری موافقن یه سری مخالفن، ولی این وسط اصل داستان داره نادیده میگیره. و اون اصل داستان چیه؟ اصل داستان اینه که این رژیم 30 ساله با شعار ضد اسرائیلی و ضد امریکایی و اون نمایش و خیمه‌شب‌بازی استکباربازی 1000 برابر دورین شاه، حتی این استکباری که میگه تو جامعه ایران جلو برده و خوبیت اون مردم ها به نفع ارزش‌های سرمایه‌داری جهانی نابود کرده
و تمام اعتقادات های انسانی جامعه رو در هم شکسته و تمام تولیدات داخلی جامعه رو به نفع وارد کردن کالاهای بنجل سرمایه‌داری جهانی نابود کرده. ولی تحت قالب چی تونست این کار رو بکنه؟ تحت قالب همین شعارهای ضد امریکایی ضد اسرائیل. خب کل جنبش فلسطین و جمهوری اسلامی به نفع اسرائیل اتفاقا نابود کرده. اینو من نمیگم، حتی یاسر عرفات بارها گفته بود 5-6 ماه قبل از مرگم، باز با در مصاحبه در لندن با یکی از روزنامه ها گفته بود که جز ضربه ای که جمهوری اسلامی به جنبش فلسطین زده کمتر از اسرائیل نیست. خب حالا آقای مخملو و امثال اونا حتی وقتی میخوام میگم اینا میخوان هر جا حضور پیدا کنن، باز تو این دستگاه دولت ها حضور پیدا میکنن. چرا؟ چون فقط تو این دستگاه میتونن مطرح باشن، امکان تبلیغاتی داشته باشن و رو بورس باشن. اگه بخواد هم مخمل باف اون واقعیتی که در جمهوری اسلامی و غرب و اسرائیل مطرح بگه، خب نه دولت اسرائیل تحویلش میگیره، نه اون فستیوالات، نه این رسانه ها تحویلش میگیره. خب بحث اصلی اینه که این حضورش با این اولین اتفاق که میفته چیه؟ اینه که این داستان تضاد مثلا دشمنی اسرائیل و غرب و امریکا و اینا رو واقعی جلوه میده. خب خود به خود اصلا به نفع رژیم و حضورش، برعکس همه اونایی که فکر کنن رفته مثلا حالا تقویت جنگ و یه سری هم از این آدما مثلا میخوان سفیر صلح بشن، حتی که امروز جنایتکارا و پادوهای جنایت سفیر صلح هم بخاطر همینم میبینیم جایزه نوبل رو به جنایتکارایی که اتحادیه اروپا هم جایزه صلح نوبل میدن. همین دوره واقعا برعکس شد، همین دوره به طرز واقعا چندشاوری برعکس شده. حالا پادوهای جنایت هم میشن سفیر صلح. ولی در سنگ حضورش هم به نفع این بازی خیلی شب بازی رژیم تو منطقه و طرفان دودش هم اتفاقا تو چشم مردم ایران و جنبش فلسطین میره. اون بخشی از جامعه ایران هم که مثلا با رژیم مخالفه ولی دوچار این توهمه که اسرائیل حمله کنه و کشورش به خطر بیفته، با سفر مخملوف به نوعی به سود حضور رژیم. اون بخشی هم که مثلا باز دوچار توهمه و موضع‌گیری میکنه و به اصطلاح علیه جنگ و چیز اسرائیل، بازم میبینی خود به خود هر طرف تبلیغات این دستگاه به نفع دولت هاست. این وسط داستان این کمپانی اسلحه سازی و اسرائیل و رژیم و با این بازی ها نونشون رو جلو میبرن و امثال مخملواف هم فقط در حد یه عمله این دستگاه یه دوره باعث میشن که اینا این خیم شب بازیشون رو تو جامعه تبلیغاتشون رو بخشش این توهمی بیشتر ایجاد کنن و واقعی جلوه بدن. داستان به نظر من نیست که حتی سابقا این آدم ها چکار بودن، داستان نقش امروز این آدم هاست که چکار بودن. یکی تغییر کنه نقش امروزش باید تغییر کرده باشه، نوعی موضوعگیریش باید تغییر کرده باشه. خب مخالفت با جمهوری اسلامی میگم که همین، چرا رژیم نسبت به سینمای زیرزمینی اینقدر حساسیت نشون میده؟ شما راجع به اهمیت سینمای زیرزمینی گفتی که اینکه چه کاری میتونه بکنه، از خود نقش رژیم نگاه کنید. چرا؟ چون امروز رژیم هم میدونه که اون تحلیلای سیاسی و صرفا بحث چیز گروه سیاسی خب تو جامعه خیلی کارکت نداره. یه تصویر فقط تو کافی برید دوربین رو بذاری، نمیدونم که جوادی تو میدونش مشت تو میدون انقلاب ده دقیقه از مردم حرف بزنی، بعد تازه نه تنها اون تبلیغات رژیم رو میسوزنه، بعد اون که خشم اون جامعه رو نشون میده. بعد اون موقع ببینیم جامعه چه نفرتی از این حاکمیت داره و چجوری حاکمیت با این خیمه شب‌بازی، البته با کمک همون استکبار جهانی، اون امدادهای غیبی که رژیم میگه همیشه با دادش میرسه، این امدادهای غیبی چیزی نیست جز همین استکبار جهانی که به ظاهر دشمنی میکنه. بعد میبینی که اینا رو با چه کار سیستماتیک و پیگیری دارن اون پتانسیل رو به هدر میدن. خب یه آدمی که تغییر کرده باشه تو ذهنش و کارش و موضوعگیریش رو با اون بخش عمده و خشم جامعه نزدیک میبینی، نه با این رسانه های دولت ها و خیلی شب بازی ها و حکومت هاشون ها. تغییری نیست که از رفسنجانی بری به خامنه‌ای، تغییر اینه که از رژیم بیایی به اون خواسته های مردم برای سرنگونی و درهم شکستن این حاکمیت جنایت و فقر و چپاول. واقعا خب این تو عمل هر تو مشخصه، همسال ست ها از این مورها هستن، یکی دوتا هم نیستن که این چهره سازی رو همسال از اسم ببری گله هم واقعا از همسال گنجی شیدن بادی جز مثلا تو این سالها به عنوان به صلاح دفاع از جنبش مردم و مخالفت با جمهوری اسلامی، اون نمایش و خیمه شب‌بازی که اون مبارزات اجتماعی رو بتونه سرش رو ببره و نظر به سامانی برسه، نقششون چی بوده؟ و به خاطر همینه مثلا
توسط این دستگاه رسانه‌های تبلیغاتی چهره سازی میشن تا به عنوان نیروی مخالف رژیم جا بیندازن و این اپوزیسیون سازی که توسط اینا داره صورت میگیره. من اونا رو این کلی ماجرا رو تو این دستگاه میبینم. بله، اشاره داشتید در ابتدا و کلن کل بحث روی سینمای زیرزمینی و نقش مهمی که این سینما میتونه در جامعه داشته باشه. سوال اینه که پس اگر به این شکله و عملا مخالفت با رژیم هست، چرا دستگاه امنیتی رژیم روی قضیه خبرسازی میکنن؟ روز تقریبا فکر کنم سوم خرداد بود، دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری، که سایت وزارت دفاع بولتن نیوز یه خبر جعلی میده که در واقع سینمای زیرزمینی برای ثبت تصاویری از فتنه احتمالی در جریان انتخابات، اینو من از اون جمله دارم میخونم، که مدعی شده سینمای زیرزمینی داره آماده میشه که به هر حال کمک استکبار بره و تصاویر اعتراضی در داخل رو منتشر کنه و غیره. چرا اینا هدفشون از این خبرسازی ها چی هست به نظر شما؟ سینمای زیرزمینی خب اون موقع که تو ایران بودیم، یعنی سالای 1373 تا 78، ما یه سری فیلم های مخفیانه ساختیم به نام زنهای تنفرمیش، جنگ زدگان، همین محاکمه. و خب بعد که سال 2000 من از ایران خارج شدم، این فیلم ها را چند سال طول کشید تا ادیت شد و آماده نمایش شد. سال 2004 ما برای اولین بار که یه بیانیه سینمای رسمی، سینمای زیرزمینی ایران به طور رسمی اعلام موجودیت کرد، که مثلا به دوستان هنرمندی در خارج کشور، مثلا دوستانی تو اروپا و کانادا، با این کانون حمایت از سینمای زیرزمینی که تشکیل دادیم همراه شدن و ما تونستیم این کانون حمایت از سینمای زیرزمینی رو تشکیل بدیم و سینمای زیرزمینی به شکل رسمی رو موجودیت کنیم. بعد از اون خوشبختانه در جامعه، چون به خاطر همون فضای اجتماعی و تضادی که رژیم با حاکمیت داره، تو بخش مثلا جوانای دانشجو و دانشجویان علاقمند به هنر و سینما، خیلی زود سری زمینی رشدی پیدا کرد و ما تونستیم چند تا فیلم از جمله راجب کلیه فروشی، راجب اعدام جوانا در 18 سال، راجب اعتراض مردم آبادان در تو آب آشامیدنی و فیلمایی رو از ایران بیاریم بیرون. بعد بعد از اونم خب موسیقی زیرزمینی، ادبیات زیرزمینی مطرح شد. ریشیم که زمینی رو شینا دید، اول اومد برای سینما زیرزمینی بدل سازی کرد. خود فیلمسازی که با سالها با رژیم کار کرده بودن و فیلماشون شبکه دوی تلویزیونی جمهوری اسلامی، بنیاد فارابی و وزارت ارشاد تهیه کنندش بود، یهو فیلم ساختن و گفتن ما زیرزمینیم. خب جمهوری اسلامی یه شیوهش هم اینه که این مرز رو مخدوش کنه، زمینی رشدی چیزی رو بگیره و جامعه رو گیج کنه، جامعه بین یه حرکت واقعی و یه حرکت تقلبی و دستساز قدرت تشخیص رو از دست بده. این شیوه اینه که تو همه زمینها به کار میبره. در زمین سینما زیرزمینی اومد بدل سازی، ولی با برخوردی که مدتی که اومده مستقیما مجبور شده بیاد خود سینمای زیرزمینی را علیهش وارد بشه و خبرسازی و دروغ پردازی کنه، نشون میده که اون بدلسازیش کار نکرد و عمل نتونست با اون بدلسازی جلوی روش سینمای زیرزمینی رو بگیره. و الان این خبرسازی هایی که رژیم در پس سینمای زیرزمینی کرده و دروغ پردازی هایی که کرده و به شکل وسیعی هم تو مطبوعاتش تو ایران تو خبرگزاریش انتشار یافته، از خبرگزاری اوزه علمیه قوم، سایت خود خامنه‌ای گرفته تا هیئت مطلقه اسلامی، نا این خبرها رو معمولا خبرهای امنیتیه، یعنی دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات میسازه و شبکه‌های خبری و به صلاح خبرگزاری زیر نظر اونا پوششش میدن. خب این نشون میده که رژیم از یه طرف هم زمینی رشدی رو تو این جوانها میبینه که علارغم این تبلیغاتی که کرده در تو سینمای رسمی و علارغم این که این جایزه ها رو دولت‌های غربی اومدن تا ذهنیت فیلم سازا رو با این جایزه ها عوض کنن، ببین وقتی اینجا یه فیلمی رو جایزه میدن میاره تو سطح اسکار، صرفا فقط جایزه یه فیلمی، در حقیقت اینا سلیقه و نوع نگاه فیلم سازا تو ایران هم میسازن. چرا؟ چون همه با این فکر میکنم راه موفقیت، راه فیلم خوب اینه، یا فیلم خوب مثلا اینه که دولت ها جایزه دادن. در حقیقت با این نوع جایزه ها، با این نوع سلیقه ها و ذائقه های خود فیلم سازا جهتشون ها شکل بدن، یعنی در حقیقت یه سرکوب پیچیده ذهنی این جایزه ها. ولی با این حال نشون میده که رژیم خطر رو احساس میکنه که بخشی از جوانا تو ایران دوربینشون رو به جای اینکه
آرزوشون باشه جایزه فستیوال کن رو بگیرن و اسکار بگیرن و نمیدونم فستیوال های مختلف و تو بورس تبلیغاتی بیان، جای دوربینشون رو دارن کچ میکنن به عمق جامعه و آدرس دوربینشون داره میده رو به اون مردم تحت ستم. و این تو این شرایط برای رژیم خطرناکه. چرا؟ چون با وضعیت اقتصادی و فشاری که الان رو گرده مردمه میتونه هر تصویری، هر جا گفتم که تو هر منطقه از ایران، تو هر شهرستان شهرش ما دوربین رو بذاریم، اون رو خشم و نفرت رو نشون میده و الان هم تصویر کارایندتر از هر بحث و تحلیلیه. خب وقتی جمهوری اسلامی اینو میبینه، اون خطر زمینی روشی رو میبینه، حالا اومده با خبرسازی برای سینمای زیرزمینی، در حقیقت اومده سینمای زیرزمینی رو وابسته کرده به شبکه‌های جاسوسی دولت‌های غربی، یعنی به اربابان خودش، که تو ایران ایجاد روب و وحشت سرکوب کنه تو اون بخش جوانایی که گرایش پیدا کردن به سینمای زیرزمینی. یعنی به زبان دیگه میخواد با اینا بگه که از این بعد اگه اینا رو با دوربین فیلم برداری دستگیر کنه، جرمشون فقط این نیست که اینا به عنوان فرد اومدن از اون شرایط اجتماعی فیلم بگیرن یا یه شرایطی یا یه وضعیتی رو تصویر کنن، بلکه جرمشون همکاری با سینمای زیرزمینی و همکاری با شبکه‌های جاسوسی دولت‌های غربی، و جرمشون اینه که دولت‌ها از این شبکه‌های جاسوسی پول دریافت کردن. یعنی سطح جرم رو میبره بالا تا ایجاد ترس و وحشت بکنه. و حالا چرا رژیم ناچار شده مستقیم بیاد رو سینمای زیرزمینی و ایجاد اینجور ایجاد ترس و وحشت بکنه؟ یه نشوندنده اینه که اتفاقا اون زمینی رشدی با رژیم میبینه و خطر براش خطرناکه که تصاویری خارج از اون سینمای رسمی و تصویر تبلیغاتیش بخواد ثبت و ضبطش تو جامعه. بله، اشاره خب به خاطر این وضعیت در واقع میشه گفت که سینمای زیرزمینی با مشکلات امنیتی و مالی قطعا روبرو خواهد بود. اینا امکانات رو به این راحتی مثل بقیه نخواهند داشت که بتونن در واقع کارشون رو تولید کنن. این مشکلات چطوری الان دارن حل میکنن؟ این به هر حال نیاز مالی و به هر حال مسائل امنیتی رو چجوری باش در واقع برخورد میشه و تلاش میشه اثر رو برداشته بشه؟ واقعا فقط اینجا بس در سطح فقط یه مشکل این بچه ها فیلمسازای زیرزمینی یا افرادی که خارج از این موجهای اصلی حرکت میکنن، فقط بس مشکل نی، واقعا فراتر از مشکله. یعنی کاریه که اینو فداکاریه واقعا. چرا؟ چون به هیچ گونه پشتیبانه و حمایتی، خب ما میدونیم اکثر الان شبکه هایی که به هر حال نهادهای به اصطلاح هنری و فرهنگی که وجود دارن و بودجه دارن، بودجهشون از دولت ها میگیرن و بخاطر همین که بودجهشون از دولت ها میگیرن، ناچار خط دولت ها را جلو ببرن. پس خود به خود این نوع حرکت ها از هر گونه حمایت این شبکه های هنری فرهنگی که حتی به ظاهر مستقلا بی بهره است، نه تنها کمک نمیکنن بلکه تا جای ممکن هم تلاش میکنن این حرکت ها را تا جای ممکن نادیده بگیرن. و میمونه فقط بخش جامعه و توده های عادی که خواستار یه تغییر هستن. منتها باز این دستگاه تبلیغاتی کاری که میکنن، فیلم های خود دستساز حکومت ها را، خود فیلم های دستساز جمهوری اسلامی را میارن با این تبلیغات جلوی جامعه میذارن و انرژی جامعه و پتانسیل جامعه رو میارن پشت اون فیلم های تقلبی. و این ور خود خود باز این کارهای که واقعی بی پشتوانه میمونه. فرض کن مثلا یه فیلمی رو که خود رژیم تقلبی سینمای زیرزمینی میسازه، به عنوان دستساز میسازه به عنوان فیلم زیرزمینی، خب این رسانه ها میان همه این فیلم تقلبی رو به عنوان فیلم زیرزمینی برای جامعه جا میدازن. خود به خود جامعه انرژی و پتانسیل و حمایتش میره اونجا، اون فیلم ها دیده میشه، اون فیلم های واقعی رو جامعه دیگه نمیبینه یا تو این رسانه ها نمیبینه، تو این دستگاه ها نمیبینه. و خود به خود این بر کار بدون پشتوانه و حمایت میمونه. ولی علارغم این شرایط، در این حال این هم همیشه بوده و خواهد بود و در این حال هم نشون داده که به هر حال تو هر زمینه همیشه یه سری انسان های آگاه و فداکاری هستن که با تمام این سختی ها رو به جام میخرن
ولی کارشون رو به هر سختی هست انجام میدن و اتفاقا کاری هم که موندگار میشه و اثری هم که میمونه از همون نقطه یه که با سختی و بدبختی و خارج از این موجها انجام میشه، هرچند تو شرط زمانی خودش اون باستاب ممکنه نداشته باشه، اما اگه یه جایی تو تغییر واقعی جامعه یه جایی تغییر بنیادی بخواد شکل بگیره باز تأثیر و نقش اونها اونجا عیان میشه. من الان فیلم دیگه که مثلا با مالی نمونه فیلمی که میخوام دارم کار میکنم و فکر کنم یه مثلا یه سالی کار بره آماده شه، فیلمی راجب صادق هدایت. خب امسال هدایت تو شرایط زمانی خودشون میبینیم من این مشکلات رو داشتن، حکومت ها، رهبران مذهبی، روشنفکران نون به نرخ روزخور و تمام نهادها و نهادهای ادبی استعماری علیه هدایت بودن و تا جایی ممکن سعی میکردن از هدایت چهره وارونه به جامعه نشون بدن، چهره که یادم لاعبالیه، یادم سیابینه، تلخه، با همه بدبینه، علیه همه است و چهره که صداش رو درجه با هدایت معکوسه، ولی هدایت تمام اون رنج ها و سختی ها رو میکشه ولی تن نمیده و تسلیم هیچ کدوم از اون شرایط و سختی ها نمیشه و تمام بدبختی این کار رو با تمام سختی ها در حد امکان کار خودش رو میکنه، ولی هرچه زمان میگذره ببینیم هدایت برجسته‌تر میشه، نه اون آدمایی که اون موقع به این نهادهای ادبی استعماری و دولت ها وابسته بودن و نامینانی داشتن، اونا خیلی مصرف موقتی دارن از بین میرن و اون چه میمونه باز کاریه که یه اصالتی داره. اتفاقا هر چه زمان میگذره آثار هدایت بیشتر آدم میبینه، آینه جامعه امروزه. خب حالا این رو تو فیلمسازان زیرزمینی یا هنرمندانی که تو هر زمینی یه اثری خلق میکنن ولی خارج از این فضای موجوده، علیه این وضع موجوده، علیه این کلی موجه که این رسانه‌های رسمی و دستگاه‌های تبلیغاتی و سینمای رسمی میخواد ببره، خب معلومه که باید با سختی‌ها مواجهن، از سختی‌های مالی گرفته تا سختی‌های تو جامعه ایران با سرکوب و دستگیری مواجهن و حتی مشکلات روزانه دارن، تا حتی نفس کشیدن در هر شهری براشون سخته و نه و تازه با دشمنی های اون دستگاه تبلیغاتی که اون خط اصلی رو حمایت میکنن مواجهن. شما تو همین خارج کشور نگاه کنید، صد تا قانون نمایش فیلم هست که فیلم های جمهوری اسلامی رو مرتب بره نمایش میده و از این طریق بیزنس هم داره میکنه و اموراتش میفتره و طبعا کسی که میاد اون واقعیت ها راجع به سینمای ایران بگه و بخواد سینمای زیرزمین رو مطرح کنه، اولین اتفاقا موردی که برمیخوره به دشمنی اون برخورد میکنه، چرا چون اون اگه بخواد که خودش زیر سوال نره ناچار اینور موضوعگیری درست رو در مورد سینمای زیرزمینی زیر سوال ببره، تک آدما یا محدود آدمایی که وایستادن این وسط اونا رو تخریب کنه و زیر سوال ببره که تا بتونه کار خودش زیر سوال نره. ولی میخوام بگم علارغم این سختی ها این همین برخورد رژیم، همین موضوعگیری رژیم علیه سینمای زیرزمینی نشون میده که سینمای زیرزمینی این گرایش تو جوان ها هست و اون جوان هایی هستن که خارج از این فستیوال ها و خارج از این هیاهوی دستگاه تبلیغاتی بخوان نیرو بذارن و فداکاری کنن و با سختی آثار را خلق کنن و همسونشان با مبارزات واقعی جامعه برای درهم شکستن این وضعیت ستمبار موجود. اشاره داشتید به کارتون، کار جدیدتون در رابطه با صادق هدایت، این ما رو میرسونه به پرسش آخری که من از شما دارم و اینکه حالا بجز کار صادق هدایت آیا کار دیگه هم در دست تهیه دارین و روی اون کار میکنین؟ من به تازگی فیلم رو ادیتش تموم شده، یک دو ما دیگه امیدوارم پخش بشه. راجب جوانایی که از ایران بعد از اعتراضات سال 88 بعد از انتخابات مثلا دوستانمون نمایش انتخابات رژیم اومدن بیرون، اینا جوانایی هم که تو اون اعتراضات نقش فعالی داشتن و بعد ناچار شدن از ایران خارج شدن و با بدبختی خودشون به ترکیه و به اروپا رسوندن و حالا اینجا هم علیه همین سیستم موجود و در رابطه با داستانی که رژیم پیش میبره به نوعی وایستادن و فیلمم راجبه اوناست و این نسل جدیدی که تو ایرانه، حالا نگاهش و تجربهش داخل ایران و حالا اومده خارج از کشور چیه و همینطور این فیلم یه نگاهی داره به انقلاب 57 و کشتار دهه 60 و اینکه یه انقلابی به اون عظمت به وقوع می‌پیونده، ولی نه تنها
دستاوردهای اون انقلاب به یغما میره، بلکه یه دستاوردهایی هم قبل از انقلاب وجود داشته از بین میره و اون مردمی که انقلاب کردن، مخصوصا اون نسلی که بیشتری سهم و در شکلگیری انقلاب 57 داشته، حالا برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اولین کسی که مقابل خمینی وامیسته و جلوی چوبه دار و شکنجه قرار میگیره. و اون مطالبه اون انقلاب 57 که رژیم به یغما برده، هنوز مبارزه و جنگ اون انقلاب تا امروز ادامه داره. این فیلم یه نگاهی به انقلاب 57 داره و بیشتر راجع به نسل امروز به نام نسل اسلام که به تازگی ادیتش رو تمام کردم. و همطور که گفتم فیلم بعدی که الان دارم کار میکنم راجع به صادق زندگی صادق هدایت. خیلی متشکرم. اگر در پایان صحبتی دارید گوش میکنیم. نه صحبتی دیگه ندارم. ممنون که این فرصت رو در اختیارم گذاشتی برای شما و شنوندگان رادیوتون. آرزوی موفقیت میکنم. متشکر از شما آقای مسلم منصوری به خاطر وقتی که به ما دادید و شرکت در این گفتگو. ما این برنامه رو با بانوی خاوری، با صدای ابی و کاری از شما مسلم منصوری به پایان میبریم. امیدواریم که موفق و پیروز باشید. موفق باشید و ممنون. واقعا ناراحتم، فقط به خاطر اینکه جوراب پام نبوده منو کمیته گرفته و بعد متوجه شدم که کمیته نیست و اونقدر رو من بد صحبت کرده که حتی جرأت نکردم که حد ازش بپرسم آقا کارت شناسایی بده. واقعا بگین ما باید توی مملکت چی کار کنیم؟ فقط به خاطر اینکه جوراب پا نکردم آنچنان محکم ضربه زد به پای من که پای من اینقدر کبود شده. آقا ناخونه پای من انگار دارن سیگار له میکنن، آنچنان ناخونه پای منو فشار داده که اینقدر دردش. دیروز بستری بودم تو خونه خوابیده بودم. آخه چرا باید اینطوری باشه؟ ای طلا بانوی ناب خاوری، بس تن دادن به نابرابری. چه کسی گفته من از تو بیشترم؟ چه کسی گفته تو از من کمتری؟ شرم قصه من، سکوت من، بی سبب هرگز نبود غروب تو. من شریک جرم آزار تو هم، در لباس یاور و محبوب تو. Yeah.
وقتی بار اومد صدامو ببره، چه کسی گفته که تو صفره شم سحن خورشید من از تو بیشتره، من تموم